پیشبینی جذاب دوئل رونالدو مسی در آمریکا. ارلینگ هالند بارسلونا را انتخاب می کند. خداحافظی اشکبار ناچو، بغض همه شکست. رسمی شد، الماس جدید بارسا از خیرونا می آید. ادای عجیب فلیک، رئال خیلی مهم نیست. رسوایی کانادا در المپیک، جاسوسی از تیم حریف با پهپاد. مراکش 2 آرژانتین 1، عجیبترین بازی تاریخ المپیک. دیدار هیجان انگیز آرژانتین و مراکش بعد از ورود هواداران به مسابقه متوقف شد و یک ساعت بعد گل تساوی آرژانتین توسط VAR مردود شد تا بازی با شکست 2-1 ال بی سلسته تمام شود. اولین بازی گروه B مسابقات فوتبال المپیک پاریس با تساوی 2-2 تیم‌های ملی آرژانتین و مراکش به پایان رسید و مقاومت شیرهای اطلس در دقایق پایانی شکسته شد و گل تساوی را دریافت کردند. اما بازی به دلیل هجوم هواداران متوقف شد و یک ساعت بعد گل آخر آرژانتین توسط VAR مردود اعلام شد تا بازی بعد از وقفه نزدیک به 2 ساعت به مدت 3 دقیقه سر گرفته شود. در نهایت بازی با پیروزی 2-1 مراکش به پایان رسید. رسوایی کانادا در المپیک، جاسوسی از تیم حریف با پهپاد. برلی پریسمن مربی تیم زنان کانادا در المپیک 2024 پس از جاسوسی از تمرینات تیم ملی نیوزلند خودش را از حضور در بازی روز پنجشنبه محروم کرد. در آغاز مسابقات فوتبال المپیک 2024 پاریس، تیم ملی فوتبال زنان کانادا به دلیل جاسوسی از تمرینات تیم نیوزلند با استفاده از پهپاد با هواشی زیادی روبرو شد. پس از هواشی روز چهارشنبه، برلی پریستمن سرمربی کانادا بعد از پذیرش مسئولیت این اقدام، خود را از هدایت تیم در بازی ابتدایی مقابل نیوزلند محروم کرد. کمیته المپیک کانادا نیز پس از شکایت تیم حریف مجبور به عذرخواهی شد. ماجرا از جای شروع شد که نیوزلند گزارش داد یکی از اعضای کادر فنی کانادا با استفاده از پهپاد از اردوی تمرینی آنها جاسوسی کرده است. این حادثه با یک رسوایی بزرگ برای کانادا تبدیل شده است. نیوزلند این اتفاق را به پلیس فرانسه گزارش داد و همچنین شکایت به کمیته بین‌المللی المپیک ارائه کرد. کانادا تایید کرد که یکی از اعضای غیررسمی تیمشان توسط مقامات فرانسوی به دلیل استفاده از پهپاد بازداشت شده است. نقل انتقالات جذاب اروپا، ستاره سیتی میرود. جهت نقل و انتقالات تابستانی فوتبال اروپا امروز حول محور ادرسون و جدای احتمالیش از منچستر سیتی میچرخد. پنجره انتقالات تابستانی فوتبال اروپا باز هست و باشگاه‌ها امیدوار هستند که بتوانند بازیکنان مد نظرشان را خیلی زود به خدمت بگیرند. یک از جدیترین شایعات که در چند روز اخیر خصوصا از سوی رسانه‌های انگلیس منتشر شده مربوط به احتمال جدای ادرسون از منچستر سیتی بود. گفته می‌شود که باشگاه الاتحاد عربستان به صورت جدی به دنبال به خدمت گرفتن ستاره برزیلی است و حتی حاضر است تا 60 میلیون یورو برای او نکند. گواردیولا پس از بازی با سلتیک این موضوع را تکذیب نکرد و گفت آینده او مشخص نیست. شاید کمتر کسی تصور میکرد که یک هافبک 19 ساله فرانسوی که در باشگاه رن بازی میکند به یک از گرانترین ستارههای نقل و انتقالات تابستانی تبدیل شود، ولی دیزیره دوگه حالا به یک از مورد توجه ترین بازیکنان اروپا تبدیل شده و به خصوص تو باشگاه بزرگ بایر مونیخ و PSG سخت در حال مبارزه هستند تا دوگه را به خدمت بگیرند. پیشنهاد دوم PSG برای جذب او امروز به مبلغ 50 میلیون یورو رد شد، ولی مدیران رن ارزش دیزیره دوگه را 60 میلیون یورو میدانند. کپقدای موندو دیپورتیوو سلتا در حال حاضر جدیدترین باشگاه اسپانیایی خوان خامس رودریگز هست و میخواهد انتقال ستاره سابق رئال مادرید را نهایی کند. مارکا نوشت که توافق اتلتیکا با خیرونا برای انتقال آرتم دویبک در شرف نهایی شدن هست و قایگولی لالیگا امروز و فردا به تیم مادریدی ملحق میشود. یک خرید سرشناس برای فابرگاس. کومو پس از صعود به سری آ با خریدهای خوب خودش را تقویت کرده است. آلبرتو مورینو، بلوتی، پپرینا. انتقال واران به نهایی شدن بسیار نزدیک است. طبق ادعای توتو اسپورت با این خریدها میتوان ورود آرتور میلو بازیکن سابق بارسا و یوونتوس را نیز اضافه کرد. رسمی شد، الماس جدید بارسا از خیرونا میآید.
با ویکتور مهاجم جوان خیرنو که فصل گذشته به طور قرضی در تیم جوانان بارسلونا بازی میکرد قراردادش با بلوگرانا را دائمی کرد. پاو ویکتور مهاجم جوان خیرنو به طور رسمی به بارسلونا پیوست و قرارداد تا سال 2029 با این تیم امضا کرد. این انتقال پس از یک فصل موفقیت‌آمیز در تیم جوانان بارسا انجام شد که در آن ویکتور توانست 20 گل به ثمر برساند و 6 پاس گل بدهد. با گزارش کادناسر بارسلونا و خیرنو بر سر مبلغ حدود 3 میلیون یورو برای این انتقال به توافق رسیدند. ویکتور که در فصل گذشته به صورت قرضی در بارسا اتلتیک بازی میکرد حالا به تیم اصلی بارسلونا ملحق خواهد شد و زیر نظر هانس فلیک تمرین خواهد کرد. این انتقال نشان دهنده اعتماد بارسلونا به توانایی های ویکتور و امیدواری به آینده درخشانی او در تیم اصلی است. ویکتور که در تیم های جوانان خیرنو و سابادل بازی کرده بود در فصل 22-23 به صورت قرضی به بارسا اتلتیک پیوست و در آنجا به یکی از بهترین بازیکنان تیم تبدیل شد. بارسلونا با این انتقال امیدوار است که خط حمله خود را تقویت کند و ویکتور به عنوان یکی از گزینه های جانشینی رابرت لواندوفسکی در تیم اصلی بازی کند. البته همه چیز به نظر هانس فلیک و اینکه آیا او در فصل جدید قصد استفاده از ویکتور را دارد یا خیر بستگی خواهد داشت. پیشبینی جذاب دوئل رونالدو مسی در آمریکا. دارا مکانتونی مالک باشگاه انگلیسی پیتر برا معتقد است که کریستیانو رونالدو سال بعد راهی فوتبال آمریکا خواهد شد. قرارداد رونالدو با باشگاه النصر در تابستان سال 2025 به پایان میرسد و شایعات بسیاری درباره احتمال جدایی او از فوتبال عربستان و حضورش در رقابت لیگ فوتبال آمریکا به گوش میرسد، جایی که لیونل مسی سال گذشته و با امضای قرارداد با باشگاه اینتر میامی تصمیم گرفت که فوتبالش را در آنجا ادامه دهد. مکانتونی که مالکیت باشگاه پیتر برا در انگلیس را در اختیار دارد در گفتگو با تاک اسپورت و در ادای جالب داشت. من باور دارم که ارزش لیگ فوتبال آمریکا در 10 سال آینده با توجه به قرارداد شرکت اپل و تاثیر حضور لیونل مسی در این مسابقات به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. معتقد هستم که کریستیانو رونالدو هم به احتمال زیاد پس از پایان دوران فوتبالش در عربستان راهی آمریکا خواهد شد. فوتبال جایگاه ویژه در آمریکا پیدا می‌کند و من باور دارم که اگر بتوانم باشگاه فوتبالی را در این کشور به ارزش 12 تا 15 میلیون یورو بخرم، ارزش آن در 5 سال آینده 2 یا 3 برابر خواهد شد. ادعای عجیب فلیک: رئال خیلی مهم نیست. هانس فلیک میگوید بارسلونا تنها 2 بازی برابر رئال مادرید دارد و باید روی دیگر بازی ها تمرکز کنند. جدای ژاوی از بارسلونا با تصمیم مدیران این باشگاه باعث شد که هانس فلیک که از چند ماه قبل مشتاق حضور در این تیم بود فرصت یادت بارسا را به دست آورد و حالا خودش را برای فصل سخت و پرفشار و البته با انتظارات بالا از تیمش آماده می کند. رئال مادرید در رقابت های فصل گذشته موفق شد در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا به عنوان قهرمانی دست پیدا کند و نتایج خوبی را هم در دیدارهایش برابر بارسلونا به دست آورد. این در حالی بود که بارسا فصل را بدون کسب جام به پایان رساند که اتفاق تلخ برای این باشگاه بود و آنها برای جبران ناکامی انگیزه زیادی دارند. فلیک در گفتگو با خبرنگاران درباره تقابل با رئال مادرید اظهار داشت: ما تیم خیلی خوبی داریم و 100% از خودمان مطمئن هستیم. ما قرار است تنها 2 بازی برابر رئال انجام دهیم و بازی های بیشتری دیگری در پیش داریم و باید روی آنها تمرکز کنیم و به آنها اهمیت بدهیم. هر قدم هر بازی باید قدم به قدم پیش برویم. وقت زمان بازی با رئال برسد آماده خواهیم بود و پس از آن خواهیم دید که چه می شود. خداحافظی اشکبار ناچو، بغض همه شکست، ودا با کاپیتان ابدی. مراسم خداحافظی رئال مادرید با ناچو امروز در برنابیو برگزار شد. ودا احساسی کش که همه را در آورد. ناچو فرناندز روز گذشته رسما از رئال مادرید خداحافظی کرد. 23 سال حضور در باشگاه و عناوین پرشمار در کارنامه او. هنگامی که به نظر می رسید که او تمدید خواهد کرد، در نهایت خبر از جدایی داد. این مدافع با تجربه در نهایت با القادسیه قرارداد امضا کرد و با کار خود در پایتخت اسپانیا پایان داد. از همه کارهای ابدی آشار فرانسوی همه مربیان در مواقع اضطراری و فوتبالیستی که همیشه تمام توانش را در زمین گذاشت و برای رئال فداکاری کرد، امروز در مراسم ویژه با حضور مدیران و ستاره سابق و حال حاضر رئال تجلیل شد. بازیکن با 6 لیگ قهرمانان و نمونه برای همه بازیکنان جوان، لا فابریکا. بازیکنی که نه تنها در زمین بازی درخشید بلکه رفتار مثال زدینی از خود نشان داده است. کاپیتان ابدی رئال مادرید روز گذشته همراه خانواده‌اش در مراسم شرکت کرده بود و در ابتدا تصاویری از روزهای ابتدایی حضورش در رئال و سپس بهترین بازی‌ها و گل‌هایش پخش شد. تصاویری که باعث شدن بغض ناچو و خانواده‌اش پیش کرد. حاضران در مراسم نیز احساساتی شده بودند. ارلینگ هالند بارسلونا را انتخاب می کند.
طبق گزارشی از فورفورتو، ارلینگ هالند برای تیم بعدی خود ترجیح می‌دهد راهی بارسلونا شود نه رئال مادرید. این مهاجم نروژی منچستر سیتی از انتقال به رئال مادرید خودداری خواهد کرد، زیرا مطمئن نیست با وجود انتقال امباپه بتواند جایگاه ثابتی در تیم آنچلوتی پیدا کند. این گزارش می‌گوید هالند در لالیگا تنها برای بارسلونا بازی خواهد کرد و با سایر باشگاه‌ها فکر نمی‌کند. گفته نیست قرارداد هالند با منچستر سیتی در تابستان 2025 شامل بند فسخ می‌شود و ممکن است بارسلونا در آن زمان برای انتقال او تلاش کند. بند فسخ حالا 180 میلیون یورو پیش بینی می شود.